سلام به روی ماهتون بچه ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه و روزای خوبی رو سپری کنید. امروز با هم دیگه کارگاه آخرمون رو داریم، خیلی زود گذشت. سلام به روی ماهتون. سعی میکنم بچه توی این کارگاه دیگه نکات مهمی که باید توی این حدوداً 32 روز پایانی انجام بدین رو بهتون بگم، اما تا آخر کارگاه باشین، چون میخوام بگم توی این 30 روز چه شکلی با هم دیگه ارتباط خواهیم داشت و چه جوری تا آزمون پیش میریم. سلام به روی ما همتون، مارال، مهدیه، تینا، پارسا، محمد مهدی، خیلی خوش اومدین. آینا، زمین رضا، سما، خیلی خوش اومده. چه خبر بچه ها؟ همه چی خوبه؟ درس ها خوب پیش میره؟ امتحان ها چه خبر؟ همه چی اوکیه؟ سلام سلام سلام، خوبه، خدا رو شکر. بله بله، عالیه، خدا رو شکر. وانیا، پارسا، آیلا، زهرا، خیلی خوش اومدیم بچه ها. امیدوارم که مارال چرا اول کارگاه انرژی مثبت بدیم؟ خسته که نیستم، تازه میخوایم شروع کنیم. به به، آیسه نوشته، البته آیسه از بچه های خودمه، از بچه های طرح وی آی پی هم هست، رتبه یک مدرسه شده. باریکلا باریکلا. آها مارال، به خاطر اینکه کارگاه آخره ناراحتی؟ ناراحت نباشی، عالمه با هم دیگه ارتباط داریم. نه دیگه، از اولش اینجوری نگید، کلی راه های ارتباطی وجود داره، حالا کارگاه یکیشه. خب بچه، اول بگید که چه خبر از برنامه آزمون؟ کیان آزمون رو زدید از هفته پیش که بهتون، هفته های پیش، دو هفته پیش که بهتون گفتم، و اینکه چطور بود؟ بهم توی چت بگین که چطور بوده، من اینو تنظیم کنم. کی آزمون دادن؟ خب آفرین مهدی، سوال خوبی پرسیدی. الان توضیح میدم که چجوری باید پیشرفت بدی. پیشرفت وجود داره ولی کم کم. اصلا فایزه میشه گفت آزمون جامع زدن همینه. قرار نیستش که ما اگر اولین آزمون مثلا میگم درصد ریاضیمون شده 60%، قرار نیستش که آزمون دوم از 60% برسه به 90. معجزه که نمی کنیم، داریم کار میکنیم کم کم درستش کنیم. بعد راجع به این درصد هم بچه خیلی هاتون از همین دو هفته پرسیدین که خانم عباسی مثلا من این آزمون زدم 60، رفتم آزمون بعدی درصدم شده 40%. با اینکه خب بیشتر خونده بودم، با اینکه حس میکردم بیشتر وقت گذاشتم، ولی افت داشته. ببینید بچه ها، چیزی که وجود داره، شما مثلا آزمون نمونه شهر مثلا کرمان رو حل کردین امروز، خب بردا میرین آزمون شهر تهران رو حل میکنین. اوکی، اصلا ممکنه آزمون شهر کرمان رو مثلا شما ریاضیشو زدی 60%، فرداش که میری واسه استان تهران رو بزنی زدی 40%. ممکنه این 40% تو ارزش ترازیش و رتبه‌ای که به تو خواهد داد خیلی بیشتر از این 60 باشه. خب بستگی داره بچه به چند تا آیتم. یکیش سختی آزمونه، یکیش سختی آزمونه، و اینکه یکی دیگهش اینه که روز آزمون اصلیتون، در واقع رقابتی که بین بچه ها وجود داره. خب بچه، یه نکته دیگه که من خیلی روش تاکید دارم، خواهش میکنم این روزها که دارین آزمونه آزمایشی توی خونه حل میکنین، پاسخ برگو داشته باشید. بچه من توی پاسخ برگ برای خودتون تستاتون پر کنید. این روز آزمون دقت پر کردن پاسخ برگتون هم توی نتیجه ما خیلی تأثیر گذار خواهد بود. اینکه حواست باشه اون چهار تا خونه ای که هست و میخوای پر کنی، مثلا سوال یکه، مثلا جواب در وردی گزینه دو درست بیای وارد کنی. اینا همه خودش از آیتم های موفقیته. خیلی ساده بهش نگاه نکنید. من تو خونه حالا تو همون کتاب میزنم روز آزمون پاسخ برگ هست دیگه، خواهم عباسی ولش کنی. اینا هرچه آیتم های موفقیت. خب بچه های خودم شمارم ها دارن دیگه. بچه های دیگه که میخواید با هم در ارتباط باشید، بچه ها پیج اینستاگرامم
فائزه پرسیده خانم عباسی برگشت به کتاب رو بعد از هر آزمون کامل کنیم؟ بعد آزمون بدیم؟ مثلا میشه فقط یکی دو درس رو مونده باشه؟ نه ببین فائزه بچه، خب بذاریم اول سوالای دونه دونه سوالاتون رو جواب بدم، چون امروز میخوام کامل این آزمونه براتون جا بیفته، چون شما توی 30 خورده‌ای روزی که ما داریم، حالا چه بچه های هفتم هشتم که قرار شد آزمونه، تشریحی بدید. چه بچه های ششم نهم که قرار آزمون تستی بدید. میخوام براتون این جا بیفته که دیگه ما با هم دیگه توی این مورد مشکلی نداشته باشیم، چون هفته اولی بود که شروع کرده بودیم، یه کوچولو هنوز براتون جا نیفتاده. آیناز آره، حالا در مورد ثبت نام بچه های جدید هم با هم دیگه صحبت داریم، بچه خیلی کارگاه مهم ما بمونید حتما. بچه ها ببینید، شما من بهتون تو کارگاه قبل توضیح دادم خب، اما میخوام یه بار دیگه برای اینکه جا بیفته برای هممون یه بار دیگه توضیح بدم. ببینید امروز میرید میشینید آزمون جامعه رو حل میکنید، خب اگه تشریحی بود که در واقع نمره داره دیگه، قرار شد به خودتون طبق اون کتابی که خریدین نمره بدین، نمره هاشو برام مرتب منظم توی اون برگه فایل گزارشکاره پر بکنید و اون گزارشکار برام ارسال بکنید. اوکی، اگرم که قراره که شماها آزمون تستی بدین، قرار شدش که توی روز اول که خود آزمون رو میدین درصد ها رو برای من بنویسین، روز دومش میرید سراغ تحلیل آزمون، اوکی، و روز سوم بازگشت به مطالب. توی باکسی که بازگشت به مطالب رو دارین برای من بنویسید بچه ها که بازگشت به مطالبتون دقیقا چی بوده. مثلا میگم آیناز مثلا میگه که بازگشت به مطالبش قرابت معنایی بوده، مثلا قواعد زبان بوده و حالا غیره. یعنی توی روز سوم توی اون باکسی که براتون فرستادم بعد برام بنویسید دقیقا بازگشت به مطالبتون چی بوده، مثلا فصل 3 ریاضی بوده، مثلا فصل 2 علوم بوده. اوکی، بعد اینکه آیناز یاده، آره دیگه چی فکر کردیم، من همه اینا رو کامل یادم میمونه. این از نکته که دوست داشتم بدونین. و یه چیز هم بچه بهتون بگم، حالا من تا قبل از این دو هفته بهتون گفتم هر کسی که تست بیشتری بزنه، خب قطعا با تحلیل، نه اینکه تستی که ما اصلا تحلیلش نکنیم، اصلا نریم سراغ اشکالاتمون، تستی که تحلیل هم بشه قطعا قطعا نتیجه بهتر میگیره. از الان به بعد میگم کسی که اینو دیگه واقعا حواستون باشه بچه، دیگه 30 روز آخره، واقعا کسی که تعداده آزمونه جامعه بیشتری بزنه صد درصد نتیجه بهتری میگیره. چون الان دیگه وقت زدن آزمونه، وقت نیست من بشم مبحثی دونه دونه حل کنم. اوکی، هستی کارگاه قبل توضیح دادم دیگه. اوکی، خب این تا اینجا. برای بچه‌ای که جدید توی کارگاهم یه نکته‌ای رو من بگم، باریکلا آیسا، آفرین. اصلا بچه‌ها، آیسا میگه که خانم عباسی من تستایی که درستم میزنم تحلیل میکنم. این کار خوبیه. ببینین تحلیل تست درست چرا واجبه بچه‌ها؟ من همیشه میگم برید پاسخنامه رو یه نگاهی بندازید. دلیلش چیه؟ به دلیل اینکه ممکنه شما به جواب درست رسیده باشید ولی با راه حل غلط. اوکی؟ ولی با راه حل غلط. پس یه پاسخنامه یه نگاه بندازید. ببینید راهتون درست بوده یا نه.
آزمون جامعه چیه؟ ستایش پرسیده که از شاگرده خودم هم نیست. ببین ستایش، به بچه ها گفتم که کارگاه قبلی که 18 اردیبهشت بود که از این به بعد آزمونی درس بخونن. ما همیشه اول درس میخوندیم، بعد میرفتیم سراغ تست. از الان به بعد چون دیگه 30 روز 40 روز آخره، اول آزمون میزنیم. حالا اگر هفتم و هشتمی محیط آزمون های پایان سالمون رو شبیه ساز میکنیم تو خونه برای خودمون، اگر ششم و نهمیم محیط جلسه آزمون تیزهوشان و نمونمون رو برای خودمون شبیه سازی میکنیم، اول آزمون رو میدیم، بعد میریم سراغ تحلیل کردنش، چک میکنیم ببینیم تعداد درست و غلطمون چی بوده، بعد میریم سراغ اشکالاتمون روز بعدی، بازگشت به مطالب رو داریم. و بچه ها نکته دیگه ای که وجود داره اینه که امتحانای ما، یه سریاتون از این هفته شروع شده و حالا یه سری هفته بعدی شروع میشه. نکته که وجود داره، یادتونه توی کارگاه دیما بهتون روش جنبندی بخشی رو درس دادم، گفتم که بچه ها این کار و این روش برای دیماه، برای یک ماه آخره، الان وقت استفاده کردنشه. یعنی وقتی برنامه امتحاناتون شما بچه‌های من شروع میشه، میخوایم این کارو، اون روش رو دوباره اجرا کنیم مثل دیما. چیکار میکنیم؟ مثلا اسم کی رو میبینم؟ امیر ارشیا اولین امتحانش امتحان فارسیه. خب بچه ها، برای مثال امتحان فارسی داره امیر ارشیا. برای این امتحان فارسیه 2 روز فرجه داره، یعنی مدرسه بهش 2 روز وقت داده، بعد مثلا امتحان فارسی داره. چی کار میکنه؟ میاد روز اول رو به روش بخچه‌ای جمع بندی میکنه. حالا گوش بدید، اون آزمون جامعه، این آزمون جامعه تو امتحاناتون میفته پنجشنبه جمعه دیگه. خب حالا اگر دانش آموزی واقعا میتونست، مشکل نداره 2 تا بزنه، 3 تا بزنه تو هفته، ولی بچه من نمیرسید، یه دونه آزمون جامعه هم پنجشنبه جمعه بزن کفایت میکنه. خب این آزمون جامعه چون مثلا تو امتحاناتون میشه یه دونه، که من بچهای من ترجیح میدم این اتفاق نیفته، یعنی این بشه یه دونه، رشدتون کمه. اما حالا دارم میگم اگر کسی نرسید، این شد یه دونه برای پنجشنبه جمعه، شما اون 2 روز که فرجه داری برای فارسی، 2 روز اولش که بخشه جمع‌بندی کردی، خیالت راحت شد از امتحانت، روز دومش آزمون‌های فارسی از خودت میگیری. حالا این آزمون‌های فارسی 2 حالت داره، یا تشریحی یا تستی. بعد چی کار میکنی؟ وقتی این آزمون رو زدی، مثلا میبینه علی، میبینه که من توی تشریحی توی املا و لغت مشکل دارم، چی کار میکنه؟ عصر روز دوم بعد از ظهرش، این کار رو صبح انجام میده آزمونه رو، بعد از ظهرش میشینه لغاتش رو مرور میکنه، لغت و املاش رو مرور میکنه. بچه همه متوجه شدید که چیکار کنید؟ سوال تا اینجا هست بپرسید، من چت رو نگاه میکنم. الهه، اگر که در واقع امکان نداره، ببین شما کمترین تایمی که فرجه ای که برای امتحاناتون دارین این شکلیه. ببین مثلا امتحان قرآنه، خب شما امتحان رو میدین، حداقل یه دونه فرجه یه روز اینجا دارین، روز بعدش میشه پیام ها مثلا. خب شما توی این قرآن که رفتی صبح امتحان دادی اومدی، یه روز خالی داری دیگه، اینم روز خالی، قرار نیست این روزو استراحت کنی. با این دومیه چه 2 تا روز خالی. اوکی، بعد این 2 تا رو برای ما امتحان پیام ها استفاده میکنیم. فائزه نوشته ما برای مطالعات 5 روز فرجه داریم. اینقدر مطالعاتتون، تعداد درسش زیاده. بله، برای بچه جدید حتما امروز توضیح میدم، بچه خودم هم خوبه که دوره بشه، حتما بخچه امروز دوباره توضیح میدم بهتون، بچه بمونی توضیح میدم.
آره مارال جان توضیح میدم. باری کلا تینا، باری کلا. نه مشکلی نداره امیرعشقی، ما آزمونه رو بزنیم حالا دیگه از هر جاش خیلی فرقی نمیکنه. بچه هست دیگه، مطالعات همینه، همه همینه، ولی خب خوبیش اینه سال بعد نهما دیگه مطالعات رو نداریم. بیتا قیاسوند ثبت نام مگه نکردی؟ عالی سن، عالی. خب علی نکته خوبی رو گفته، گفته که حالا سوالاتون هم رد شد، من چند طور شد ندیدم. گفته که ما برای مطالعات 2 روز فرجه داریم. بچه ببینید، کسایی که مدرسه‌تون فرجه امتحاناتون کمه، حالا الان 1 هفته مونده به امتحاناتون، برای اون امتحانه که فرجش کمه، علی شاگرده منم نیست، علی بهزادی بود اگه اشتباه نکنم، برای خودت از الان شروع کن، حتی شده شب 1 درس مطالعاتو بخونی. کلی جلو میفتی دیگه. خب سعی کن که زودتر شروع کنی به بخوندنش و انجام دادن کاری که بعد انجام بشه، نه 2 روز آخر. میدن زهرا برنامه رو میدن. رضا ببین، سوالی که پرسیده که نهم، رضا میگه که چون هشتمم هست آزمون جامعه که میزنیم هشتمم باشه. شما اگه کتاب 31 استان داشته باشی یا حالا کتابهایی که آزمون شبیه ساز دارن، تیزهوشان سالهای قبل و این داستان ها، خودش داره دیگه نمونه سوالاش، هم از نهمه هم از هشتمه، اونایی که برای تیزهوشانه. بچه من وقتی دارم صحبت میکنم برمیگم چتتون میره بالا اگه سوالتون رو نبینم. بیتا کارت ورود به جلسه 1 هفته قبل آزمون میاد، خب بیاد هم براتون اسمس پیامکش میاد، همین که روی سایت قرار میگیره، نگرانش نباش. اصولا باران مشاوره مدارس این شکلیه که خب طبق اون حالا برنامه مدرسه یه برنامه کلی می نویسن و اصولا فشرده است دیگه. آینا زاره چرا که نه، شما همین بچه ها، شما همین کاری که داریم می کنین، این آزمون جامعه، این برگشته به مطالبه، اینا همه به امتحاناتون هم کمک میکنه، چیزی جدای از اون نیست. باران میگه حس ربات بهم دست. خب رضا جان، آره کتاب سمپادیوم هم هست، میتونی از اونم استفاده کنی اگه 31 استان برات کمه و زدی دیگه. سوال آره محمد هم میگه که مشاور مدرسه ما یه برنامه ای نوشته که باش امتحانه میان ترم هم نمیتونیم پاس کنیم. حالا انقدر غیبت نکنید، پشت من هم همینجوری میرید غیبت میکنید. عزیزم خدا رو شکر، هسته میگه خیلی تاثیر داشت این روشی که گفتین، خیلی تاثیر داشت خدا رو شکر. حتی یکی از بچه ها اسمش هم حالا شاید دوست نشته باشه بگم، ولی آزمون جامعه رو که شروع کرد یادم درصدهای اولیش خیلی کم بود، خب مثلا در حد 20 اینا بود، بعد چند روز پیش من دیدم این 20 شده بود 20%، رسیده بود به 40، 40%ش رسیده بود به 60، بعد به من پیام داده بود خیلی خوشحال بود. اولش هم که آزمون جامعه رو شروع کرد هی پیام داد خواهم عباسی بی انگیزه شدم و این داستان ها، ولی خیلی داره خوب پیشرفت میکنه. شما هم همینید، اگر که شروع بکنید واقعا نتیجه میگیرید. محمد میپرسه که آزمون نمونه دولتی سوالش از کتاب یا نه. ببینید بچه ها، پایه آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی مبناش کتاب های سال نهم شما هستش. خب برای تیزهوشان هم هشتمه هم نهمه، به اضافه 1 دفترچه جداگانه به اسم استعداد تحلیلی که کامل از سوالای هوشه، اوکی، که در سطح کتاب یا نه قطعا یک کوچولو از کتاب فراتر خواهد بود، یکم چالشیش میکنن دیگه، اینجوری هم نیست که مثل سوالای امتحان مدرسه باشه.
اگه قبول نشین چی میشه؟ هیچی نمیشه. چه اتفاقی میخواد بیفته؟ ما بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم، روزم کارگاه آخرامه. تو هم سوال خوبی پرسیدی. هدفمون از این تعداد جلسه که با هم دیگه داشتیم، من خودم به عنوان مشاورتون، هدفم واقعا این بود که از مشاوره و برنامه‌ریزی امسال یک که شما روش درس خوندن و تست زدن رو یاد بگیرید. واقعا هدف اولم این بود. خب هدف دومم این بود که یاد بگیرین برای کارهای روزانه‌تون که چقدر درس میخونید، چه مبحثی میخونید، چقدر تست و تمرین حل میکنید، گزارش کار داشته باشید. چون نمیدونم سال بعد همراه شما هستم یا نه، اما واقعا چه با هم دیگه بودیم چه نبودیم، حالا شاله که هستیم، برای کارهای روزانه‌تون گزارشگر داشته باشید حتما. بچه این به خودتون حال خوب میده. اینکه وقتی آخر شب به دفترچه گزارشگر نگاه میکنی میبینی که خب من از صبح 7 ساعت مثلا مطالعه داشتم، 130 تا تست زدم، اون 130 تا تستی که زدم چقدرش درست بوده چقدرش غلط بوده، این به خودت روحیه میده. وقتی که نمی نویسی آخر شب میشه نمیدونی که امروز چی کار کردم. من خودم چکلیست دارم، حالا خب شما درسه، من برای کارام چکلیستم که تیک میزنم. وقتی توی اون روز مثلا برنامه مو نوشتم که قرار چی کار کنم، حس آرامش میگم، میگم ای خب مثلا الان ساعت 10 صبح 2 تاش انجام شد، خب الان 5 عصر 5 تاش انجام شد. این حس خوب میده. این هدف واقعا دومم بود. هدف سوم این که یاد بگیریم که خودتونید که بچه من برنامه ریزیتون رو کامل میکنی. من اوکی اینجا بودم کنار شما برنامه ریزی حالا براتون انجام بدم، ولی همیشه سعی کردم حداقل یک روز در هفته رو بسپرم به خود شاگردم، بسپرم به خود دانش آموزم. امیر محمد پنجشنبه هات برای خودت، برای حل تکالیفت، برای انجام تکالیف کلاس های کلاسی نوت، برای تست زدن بیشتر. حالا تو به هم بگو پنجشنبه ها تو چی کار کردی. یاد بگیرید همیشه دنبال بچه ها یه چیز حاضر و آماده نباشید که انجام بدین. خب همیشه کسی که بهتر از حتی من میدونه که وضعیت درسی شما چجوریه خودتونی. اوکی پس اینم دوست دارم از من امسال یاد گرفته باشید. اولیش واقعا روش درس خوندن و تست دادن، دومیش برای کارهای روزانه‌تون واقعا گزارشگر داشته باشید، حتی تابستون برای تفریحاتون. خودتونید که برنامه خودتونو کامل میکنید. چرا نمیشه؟ حتما میشه. آخر نه 5 دقیقه دیگه میگم که بسش. خدا رو شکر که برات خیلی تاثیرگذار بوده حامد. بچه سوالای سختی فعلا میپرسه، بذار حرفم تموم شه چون میخوام نارو توضیح بدم طول میکشه. و نکته آخری که دوست داشتم یاد بگیری، خیلی هم تو کارگاه بش اشاره داشتم بچه ها، مسئولیت پذیری بود. اینکه اگر که انتخاب کردی واقعا از اول سال هدفت بوده، انتخاب کردی که این مسیر رو بیای جلو، که بری حالا آزمون تیزهوشان بدی، این که بری تو مدرسه سنپا درس بخونی، این که شاگرد اول بشی، کنکور خوبی در آینده بتونی بدی، دانشگاه مورد علاقتو بخوای قبول بشی،
اینو دوست داشتم امسال ازم یاد بگیرید که این مسئولیت پذیریه رو تا آخر مسیر داشته باشین. الان که 30 خورده ای روز مونده، الان که دیگه آخر مسیره، رهاش نکنید. پرویز یکی از بچه ها با من صحبت میکرد، میگم من وقت تایمای تماس رو پنجشنبه جمعه میذارم دیگه. بعد انقدر که این حالش بد بود و حالا مامانش با من صحبت کرده بود، خودم بهش زنگ زدم، با اینکه وقتم نداشتم، خیلی هم شلوغ بودم اون روز. یکی از شاگرد خیلی خوبم بود و تعجب از این که مامانش به من پیام داده بود که 2-3 روزه که درس نمیخونه. و باش که صحبت میکردم گفتم چی شده، میگفتش که آزمون جامعه داده بود و این داستانها، فکر کنم گفت فیزیکشو نسبت به قبل خیلی افتاش، مثلا اگه فیزیکشو زده بود 80، آزمون دوم شده بود 20%، یه همچین افت شدید. بعد دیگه این درس نخونده بود. بعدش همش توضیح میدادم که اولا که سطح اون آزمونی که تو دادی دومیه فیزیکش سخت بوده، اون 20%ی که تو زدی، بچه میگم به اون عدده نگاه نکنی، یه وقتای اون 20%ی که تو زدی واقعا ترازش برابره با اون 80 آزمون قبل، ممکن خیلی سخت بوده باشه. اوکی، پس صرفا به این افت و خیزه نگاه نکنید و با یه درصد بعد که نمیشه ما بگیم پرونده کل امسال رو ببندیم بذاریم کنار، حالا چون من یه دونه درصد بد داشتم. این هم از این. من واقعا هدف‌ها رو گفتم که یه کارگاه آخرمونه جنبندی هم شده باشه. خدا رو شکر. هلنا تا یک روز قبل آزمون تیزهوشان خیلی مونده، حتما به وقتش بهتون میگم چیکار کنیم. خب بچه یه نکته دیگه هم بهتون بگم بعد سوالاتون رو جواب بدم، یعنی البته میخوام وصلتون کنم یه جو خط. این که خب الان خیلی هاتون براتون سوال پیش میاد، امروز کارگاه آخره، یک ماه پیش رو حدودا 32 روز، بچه 32 روزی که مونده ما چیکار میکنیم و چه شکلی پیش میاد؟ اولا که تماس تلفنی و ارتباط واتساپیمون که هست هیچ. برای این 32 روز ما هم بچه تو پیج کلاسینو پایمون هم تو پیج خودم یه سری لایف ها خواهیم داشت که میتونه بهتون خیلی کمک کنه. بعد حالا پست استوری اینا که همیشه هست، ولی لایف خواهیم داشت با برنامه‌ریزی خوب هم تو پیج کلاسینو هم پیج خودم. پیج کلاسینو رو که دیگه دارین ولی باز می‌نویسم. بذاریم برای خودم که طولانی تره رو اینجا بنویسم. کلاسینو های اوکی، پس حواستون توی این 30 خورده ای روز آخر اون به این دوتا پیج باشه. بعد نکته بعدی که وجود داره بچه ها، تماس ها رو توی این 30 روز آخر، تماس های تلفنیمون رو همونجور که تو کارگاه قبلم گفتم، دیگه هیچ محدودیتی براش نداریم. یعنی شما هر هفته هم میتونید با هم صحبت کنید، چون نزدیک امتحانتونه و استرس دارید و سوال زیاد دارید، درخواستش میشه از سمت خودتون به هم تو واتساپ پیام بدید و برای آخر هفته براتون تایم میذارم حتما. خب توی واتساپ. اینم از این. اینم دوست داشتم حواستون باشه که ما آره چقدر 60 روز زود شد 30 روز. این 30 روز هم زود میشه یه روز. باران چی پرسیده؟ گفته که در واقع دقیقه مباحث کتاب باید مثلا یه سری سوالات خیلی مهم رو باید. آفرین باران، آره دقیقا همینطوریه، دقیقا همینه. باری کلا چه سوال خوبی داریم میپرسیم. بچه کسی هست تا اینجا یه حرفون بخواد بیاد وزشه، بعد بره تو قسمت MD تماس صوتی رو بزنید. منم دوستتون دارم، منم دوستتون دارم کوسر جان، شما هم خیلی ماهی لطف داری. اگر بچه کسی هست دوست داره بیاد رو خط. سلام خانم عباسی، ظهرتون بخیر. سلام مهدیه. مهدیه کارگاه آخرم اومدی رو خط. بله خانم عباسی. چطوری؟ خوب مهدیه؟ ممنون، شما خوبی؟ منم خوبم، همه چی خوب پیش میره؟ خدا رو شکر، خیلی ممنون. خب چه خبر مهدیه؟ آزمون جامعه چه خبر؟
فعلا که خوب بوده خانم عباسی، ولی خب همون نکاتی که امروز گفته بوده دقیقا نگرانی های منم بود که مثلا خب شاید اولین آزمون مثلا حالا یه کوچولو بالاتر بود، بعد آزمون بعدی مثلا یکم افت پیدا میکرد یا بعد مثلا یکم دوباره بره بالاتر. فقط خانم عباسی من یه نکته ای که ازتون سوال داشتم این بود که مثلا برای بازگشت به مطالب یه سوال مطالعات و مثلا من از درس 14 یه قسمتی که در مورد حالا مثلا نظام نهضت مشروطه بود و من اشتباه زدم، حالا لازم که من وقتی برمیگردم کل اون درس رو بخونم یا اینکه فقط همون قسمتی که من اشتباه زدم اون نکته رو بخونم؟ باریکلا، این که خیلی سوال خوبیه، مرسی که یادآوری کردی. توضیح بدم دیگه چی مهدیه؟ بعد اینکه مثلا حالا الان من اول مثلا سوالم این بود که اگر من یه جای اشتباه میزنم بعد مثلا همه رو بخونم یا نه. بعد سوال دیگه هم این بود که زمانی که داریم اینا رو تحلیل میکنیم قرار شد که ما سوالایی که اشتباه زده بودیم رو توی دفتری که حالا شما گفتید بنویسیم، بعد قرار شد که صورت سوالا رو ننویسیم اما جوابمون به اضافه راه حلی که باید درست میرفتیم رو بنویسیم. حالا وقتی که میخوام اینا رو مثلا برگردیم شاید سوالی نکته ای داشته باشه که من نکته رو نمیدونستم، اونو فقط هم اونجا وارد کنم یا اینکه توی کتاب و جزوه من اونو اضافه کنم؟ ببین مهدیه، اون آزمونی که بذار جوابه اینو بدم، جوابه سوال اول تو بعدش میدم. ببین اون نکته ای که مهدیه از آزمونه یاد که مثلا تست شماره 10 غلط زدی، خب مهدیه تو دفتر تحلیلت قرار شد خود سوالا ننویسیم چون بچه وقتتون رو میگیره، شما مثلا میخواید نزدیک 20 آزمون جامعه بزنید تا 30 روز دیگه، خب وقتتون رو میگیره. اون سوال 10 و جوابش رو حالا نکته ای که داره تو همون دفترچه تحلیلتون مینویسید. خود سوالم قرار شد منبع ما از این به بعد باشه یک منبع دیگه. چرا کارگاه قبل گفتم یک منبع؟ چون دور تسترم علامت بزنی، حالا مثلا میگم یک هفته یا دو هفته مونده به آزمون سیسوشان، من میگم بچه من شما برید الان این دو هفته که مونده از تستایی که توی آزمون جامعه زدید غلط یا نزده بوده مجدد اونا رو حل کنید. خب مهدیه اون موقع تو میری دور اونایی که علامت دار کرده بودی رو دوباره میشین با تایم حل میکنی، بعد میری سراغ دفتر تحلیلت نگاه میکنی میبینی مثلا من برای سوال 10 نوشته بودم تست قرابت بوده، مثلا قرابت فارسی من نوشته بودم معنی این بیت رو نمیدونستم، خب بعد برای بار دوم که حل میکنی بلدی. اوکی فهمیدی بعد چیکار کنی اینو؟ آها بله خانم عباسی ممنون. بعد یه سوال دیگه هم این که الان که مثلا وارد آزمون جامعه شدیم یه سری درسایی که قبلا تک درس می‌زدیم به نظر من یه کوچولو افت پیدا کرده، مثلا من خودم توی قسمت علوم من مثلا بخش شیمی رو هر سوالی که می‌دیدم قبلا مثلا شاید یه کوچولو راحت‌تر اون سوالو می‌زدم، ولی الان که یک مقدار دوباره اومدیم مثلا تو جمع‌بندی بودیم اینا یه کوچولو احساس می‌کنم این مثلا سرعتم یا یه کوچولو مثلا تسلطم بر روی اون مباحث کم شده، بعد همین باعث میشه که نگران باشم که مثلا یه درسی که قبلا شاید میشه گفت که مثلا نقاط قوتم بوده الان خودش کم کم داره ضعیف میشه. الان اینم توضیح میدم. خیلی خب بعدی. اوکی. ممنون خانم عباسی، خسته نباشید. منم خوشحال شدم صدا تو شنیدم. خیلی ممنون خانم عباسی، منم همینطور. خب بریم سوال مهدیه که سوال خیلی خوبی هم پرسید جواب بدیم. بچه‌ها نکته اولی که مهدیه پرسید این بودش که خانم عباسی من آزمون جامعه زدم مثلا فصل نه بذارید از یه درس عمومی مثال بزنم براتون بهتره، درس 14 مطالعات و یه تست توی آزمون جامعه غلط زدم، یه تست غلط داشته. حالا مهدی داره میگه اون تست مربوط بوده به دوران مشروطه. خانم عباسی من برم درس دوران درس 14 رو مجدد بخونم یا نه فقط قسمت مثلا دوران مشروطه رو یه دور دیگه بخونم؟ من به مهدیه چی میگم؟ میگم مهدیه دو حالت، دو تا دسته دانش آموز داریم. مثلا یکی مثل مهدیه واقعا مطالعاتش خوبه، حالا تست نکته داشته یه قسمتیش یه جوری بوده که حالا مهدی اشتباه کرده، مثلا سارینا اشتباه کرده، به نظرم بره فقط همون قسمت دوره مشروطه رو یک دور دیگه بچه من بخونه. خب ولی اگر که ببینی که این درس 14 مطالعات رو مثلا دو تا تست ازش اومده هر دو تا رو اشتباه میزنی و وقتی بازگشت داری وقتی میری
پاسخنامه رو میخونی یادت رفته حتما مجدد بخون، چون بچه ها یک دور مجدد خوندن یک درس مطالعات الان برای شما تو این بازه زمانی که امتحان ترم دادین، امتحان میان ترم دادین، خیلی وقتی نخواهد گرفت. خب این از این. و نکته دومی که مهدیه پرسید، مهدیه پرسید خانم عباسی من حس میکنم الان که دارم آزمون جامعه میزنم نسبت به زمانی که خانم عباسی شما به ما میگفتی تک درس تست بزن، مثلا میذاشتی تو برنامه شیمی هشتم 20 تست، درصد آزمون جامعه من نسبت به این افت کرده خانم عباسی، خیلی طبیعیه. اصلا این داستان که شما از این حالتی که داشتین تک ترس تست میزدین میخوندین بلا فاصله میرفتین، اگه به حرف من گوش داده باشید میخوندین بلا فاصله میرفتین تست آزمایشی میزدین، بعد فرداش میرفتین تست سنجشی میزدین، تست آزمونی میزدین و غیره و غیره. خیلی طبیعیه شما تک ترس درس میخونی میرفتی تست میزدی، اصلا 100 میزدی، یه وقتایی 90 میزدی، الان داری یه آزمون جامعه میذاری جلوت. بچه من ویژگی آزمون جامعه زدن چیه؟ ویژگی اول، زمان برامون داره مهم میشه دیگه. چرا؟ چون میخوام یاد بگیرید روز آزمون زمان کم نیارید. فاکتور دوم، همه دروس اونجا هست. فاکتور سوم مهدیه، جامعه است. جام است. شما اون موقع مبحثی تست می‌زدی، می‌رفتی فصل اول و دوم شیمی، می‌رفتی فصل یک و دو ریاضی، می‌رفتی هوش تحلیلی تست می‌زدی. یه مبحث بود، دوتا مبحث بود، نه کل ترم اول بود. الان داری جامعه کل سالو می‌زنی. فاکتور زمان برامون مهمه. همه درس‌ها جلوی توئه. تو داری چند تا درس رو پشت سر هم جواب می‌دی. اولش افت درصد داریم. چرا دارم میگم از یک ماه؟ خیلی هم میگن نه آقا یه هفته قبل دوتا آزمون جامعه بزن پاشو برو سر جلسه. چرا گفتم از یک ماه قبل شروع کنی؟ به خاطر اینکه توی این یک ماه عادت کنی بچه. حالا بجز این زمان و تعداد سوالات و این تعداد درست و غلط، یه چیز دیگه هم گفتم کارگاه قبل رعایت کنی. غزل بود دیشب به من گفت، بذار یه دقیقه چک کنم، فکر کنم غزل بود. غزل، آره غزل دیشب به من فهمید سلام خانم عباسی، من امروز آزمونمو آزمون جامعه دادم، ماسک زدم، مقنعه پوشیدم، خیلی احساس بدی داشتم، احساس خفگی داشت و باعث میشد که عصبانی بشم، به نظر شما چی کار کنم؟ یادتونه کارگاه قبل گفتم ببینید، فکر کنم یه غزل این کار رو انجام داده بود و یکی دوتا دیگه از بچه های دختر، پسر ها که کلن انجام نداده بودیم. گفتم توی این یه ماه که آزمون جامعه میزنید، حالا چه آزمون تشریح چه تستیه، شرایط رو کامل شبیه ساز کنید بچه ها. حتی مقنعه پوشیدن، حتی ماسک زدن، لباس فرم، ماسک متاسفانه، چند تا قشن برای خودتون مداد، روز آزمون با یه مداد که پاله میشه بری سر جلسه، چند تا یکیش میفته وسط جلسه رو زمین گم میشه، اصلا تو میخوای بگردی اونجا مداد پیدا کنی، چند تا مداد، دو تا پاکون، اتود هم بچه استفاده نکنید اون روز. باز این نکته مهمه، یکی از بچه‌ها داشت میگفت من با پاسخ رنگ داشتم میزدم، سر آزمون آزمایشی بود، بعد با اتود برگشت پاره شده بود و کلن آزمونش تصحیح نشد. روز آزمونتون همینه، اگر پاسخ برگتون پاره بشه با اتود یا حالا اصلا روش آب بریزید و این داستان‌ها، صحیح نمیشه کلن توسط دستگاه. نکته بعدی هم که زمان بندی هم باید با این آزمون شبیه ساز یاد بگیری. خطم کمرنگه؟ آره یکم نازک بود، توضیح دادم همراه باهاش دیگه.
خب جواب سوال مهدیه رو دادم دیگه. امیر رضا، احساس خفگی غزل برای ماسکش بوده. بپرس بیتا جونم، بپرس بیتا. افتخار داده امروز آنلاین اومده، اصلا کلاس رو منور کردم. پانیس چرا؟ از چی مونده؟ الان که برنامه خیلی رو روال و باید ببری جلو. خدا رو شکر هستی. اینو از اول سال میگم دیگه. خب رکسانا، بستگی داره چه پایه‌ای هستی؟ نمیدونم، پایه‌ت هم بگو. نه اجباری نیست، اجباری نیست، ولی برای اینکه راحت تر باشیم فکر میکنم فرم مدرسه سن و بهتره. حالا بازم خودتون میدونین. شب امتحان مونده، بهتون میگم بچه ها از الان مثل شب امتحان فکر نکنید. آفرین بیتا، چه سوال خوبی کرد. بیتا میگه که روز حالا بازگشت به مطالبش، من اینو درست کنم که بهتر ببینید. روز بازگشت به مطالبش این آقا شروع میکنه، مثلا فارسی داره، ریاضی داره، میخواد چند تا درس رو بخونه. میگه آقا من همه رو میخونم، میرسم به آخرین درس، آخرین درسم عربیه. میخوام عربی رو بخونم، خواهم بسید که خستم. اصولا درسی که میذارین آخر یا بی حوصله میخونین یا درست حسابی نمیخونین و غیره. خب من یه پادم رو درارم. حالا یه نکته که من اینا رو تو کارگاه اول گفتم احتمالا رعایت نمی کنی. بیتا نکته چیه؟ یادتونه یه بار گفتم بچه ها حتما حتما برای درس خوندن حواستون به این نکته باشه که درسی که ضعیفین توش یا علاقه کمی دارین، برای باکس آخر روزتون نذارید. چون بچه ها اون درس رو دوست ندارید، توش ضعیفین، مخصوصا عربی که میدونم خیلیاتون مشکل دارین، میذارید آخرین درس. خب منم باشم کل روز درس خوندم، اونم یه دختری مثل بیتا که درسش خوبه و واقعا وقتی سر درس میشینه داره درس میخونه، دیگه میرسه به عربی هم خسته است هم آخر شبه، مغزش بهش این دستور و فرمان رو میده که بیتا ولش کن، اصلا نخون بگه بخواب، یا مثلا میگه بیتا سری دوره کن، ماسمالی کن بره دیگه. خب پس چیکار میکنی بچه ها؟ نمیندازیم باکس آخر. درسی که دوست نداری وقتی خسته ای نمیتونی بخونیشو ننداز. برای آخر شب چیا رو بندازید؟ مثلا لغت خوندن، دوره کردن خلاصه نویسی، حاشیه نویسی، این چیزایی که خیلی احتیاج به تمرکز نداره، راحت تره. اوکی؟ چه سوالتون تون تون رد میشه. خدا رو شکر که عربی رو دوست داری. مهسا چه جمله بدی گفتی. بارها گفتم اگه قراره به خاطر آزمون تیزهوشانتون یا عالم حجم از نگرانی و استرس به خودتون وارد کنین، اصلا واسه مدارس آمادگی پیدا نکنین، چون این مدارس احتیاج به یه آدم قدرتمند، خفن، پیگیر، منظم، با حال خوب داره. تو حتی اگه قبول شی با این انرژی بخوای بری توی این مدارس، آلارم خود اون مدرسه برات روشن خواهد شد. خب اگه کسی دوست داره بیاد رو خط راجبه بچه ها نه یه نه یه چیز دیگه بگین راجبه همین مواردی که داریم صحبت میکنیم سوال داره مثل مهدیه، قسمت امدی تماس صوتی رو بزنه. سهر جان نه کم نیست برای شروع. سلام. سلام عزیزم، اسمت چیه؟ محمد.
محمد امیر؟ بله. از شاگرده خود امیر؟ نه نه. خب محمد امیر پایه چندمی؟ هشتم. هشتم. جانم سوال داشتی؟ من در مورد خواستم بهتون بگم با سوال، من امتحان ریاضی و قرآن هم مثلا قرآن اول بعدش مثلا ریاضی بینش فاصله نیست و وقتی ندادن برای من هم چی کار کنم با وقتی امتحانات هست که شروع میشه محمد امیر؟ امتحان هم یکی خرداد ماه، امتحان ریاضی دو خرداد ماه. خب بعد این که همین بود سوال از کلا هم یه سوال؟ نه دارم مطالعات هم کنن یه روز اون وقت دادن. خب چون... الان مشکل فقط فرجه امتحاناته؟ آره با یه سال دیگه هم داشتم یه که مثلا من آزمون تشریحی واسه برای ریاضی من امتحان مستمر زدم، خب خوبم زدم، واقعا اون قسمت هایی که مهم بودن رفتم زدم، مثلا فصل های آخر سطح فصل موجه آزمون تشریحی کل کتاب من آزمون تشریحی ندادم. خب هنوز وقت داری؟ ببین امروز 22 درسته، تو تا 1 خرداد که هنوز 8 روز تایم داری، بعد میتونی یه عالم آزمون جامعه بزنی. سوالی هم که پرسیدی جوابش نه، اگه سوالات همین بود که قطع کن توضیح میدم. محمد امیر خواهش میکنم، خوشحال شدم صدا تو شنیدم. بچه محمد امیر سوالش اینه که خانم عباسی مدرسه ما، حالا البته کار درسته نیست، نمیدونم چرا بعضی مدارس این کار انجام میدن، فرجه امتحانای بین امتحاناش کمه، میگه پشت سر همه، مثلا امروز قرآنه فردای قرآن ریاضیه، امتحاناش هم کی شروع میشه؟ 1 خرداد، 1 سه. خب بعد محمد امیر چیکار کنه؟ محمد امیر هنوز نزدیک به 9 روز، درسته؟ آره وقت داره تا 1 خرداد. توی این 9 روز محمد امیر باید برای خودش، چون شاگرد من نیست، خودش بشینه برنامه ریزی کنه، بگه آقا من 9 روز دارم، بگه من 9 روز دارم، این 9 روز رو تقسیم بندی کنه، بگه من ریاضیمو مثلا 2 فصلشو امروز میخونم، 2 فصلشو فردا میخونم. یعنی از الان برای خودش برنامه ریزی بکنه که وقتی امتحاناش پشت سر همه، خب قطعا منم نمیتونم توی یه روز فرجه بشینم کل ریاضیمو دوره کنم، جمع بندی کنم، سوال شبیه ساز بزنم. از الان این 9 روز رو برای خود برنامه ریزی کن، سعی کنید استفاده کنید. آره آیناز طبیعیه یه وقتایی مثلا امتحان سبک رو مدارس این کار میکنن، ولی خب این دوتا رو بهتر بود که ریاضی و اصولا میدنزن برای شنبه ها که دانش آموز حداقل 5 شنبه جمعه شو تایم داشته باشه. عزیزم ارشیا میگه که میدونم بچه های خودم هم یه سریشون آزمون دارن، فردا آزمون مدارس البرز، دعا میکنم واقعا به نتیجه خوب برسید. بچه ها نکاتی که برای فردا حواستون باشه، حتما 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 امروز دیگه تا ساعت اونا که فردا آزمون دارید سوء استفاده نکنید، همه این کارو کنید دیگه، امروز ساعت 5 و 6 عصر دیگه درس رو بذارید کنار، به خودتون استرس ندید. نکته بعدی شب حتما زود بخوابید، فردا صبح حتما صبحونه مفصل بخورید میرید سر جلسه، و اینکه چیزایی هم که این بالا گفتم و برای آزمونتون فردا حتما ببرید دیگه، لباس فرم و ماسک و مداد و پاکن. و بچه ها یه نکته دیگه، بطری آب، حالا اینا رو به وقتش برای آزمونتی سوشانتون میگم، ولی بچه که فردا آزمون دارن، و حالا یه چیزی که گلوکوز داشته باشه، حالا نمیگم با خودتون خوراکی خیلی گندهی ببرید، در حد شکلات، خورما، این چیزای کوچولو، گردو، بادوم. بچه هایی که به دردشون میخورده میدونن من درست البرز چیه بهشون گفتم. خب امیدوارم موفق باشید ارشیا و بقیه بچه ها. امیر رضا سوال خوبی پرسیدی. امیر رضا میپرسه که الان که حدودا تایم کمی مونده تا امتحان، مباحث جدید رو بیشتر بخونیم یا مباحث قبلی رو روش به تسلط برسیم؟ قطعا گزینه دو. ببین اگر که من هندسم بچه من ضعیفه و حالا تلاش کردم به هر جهتی،
قرار نیست که ما همیشه توی همه مباحث تسلط داشته باشیم. بهتره برم رو فصلهای کار بکنم، بیشتر تسلطم رو بالاتر ببرم، که بلدم، که تست زدم، مطالعه کردم، درصد خوب میتونم کسب کنم. خب آینه از اون باشه برای روزه استراحتت. خب کسی هست بخواد بیاد دوباره روی خط؟ مرتبطه. ببین بچه هایی که تو الان من مهدی و امیر محمد امیر بود فکر کنم سوال مرتبط پرسیدن. سلام، خسته نباشی. سلام عزیزم، اسمت چیه؟ علی هستم. علیه؟ شاگرد امیر؟ مهرزاد. نه خیر، من از همین سایت های کلاسینو در واقع فیلم های زرشده یا فیلم هایی که استاد دیگه واسه امتحانات روزی میذارن پیگیری میکنم. باریکلا، ما فهم به شما که پیگیری. بچه های خودمون رو بعد به زور بکشونیم سر کلاس. خب جونم چه خبر؟ من تا الان از این کلاس، بله از این کلاس شما خیلی لذت بردم، از همین مشاوره خیلی خوب بود. یه سوال داشتم جانم. من الان توی استان مرکزی هستم، این برنامه که به ما دادن دو روز واسه علوم، دو روز واسه ریاضی و دو روز واسه مطالعات، بقیه امتحانات حتی یه روز هم بینشون فاصله نیست. بله. بعد من یه ماه کتاب سیو کوشن رو گرفتم و نمیتونم تست بزنم. چرا؟ چون از یه طرف مثلا معلم مطالعاتمون تازه جلسه پیش کتابمون رو تموم کرد و از طرف دیگه معلم دفاعیمون حالا دفاعی توی انتخاب رشته خب تاثیر خاصی نداره. بله. تا مطالعات رو که رشته من میخوام برم از قبل این کتاب تموم کرده و همینجوری داره دو درس الی سه درس همینجوری یا یه درس درس امتحان میگیره و من چون میخوام معدلم مثلا کنترل شه بخاطر همون یه درسم پایین و بالا نشه مجبورم واسه اون درس وقت بذارم. مثلا معلم مطالعاتمون در کل سال یعنی از نیمه دوم گذشته فقط یه امتحان از ما گرفته که اونم هم زیاد نتیجه خوبی نداشت چون یه دفعه گفت 10 درس امتحان میگیرم ازتون. خب بعد مثلا امتحان برنامه خردادی که به ما دادن گفتم که واسه مطالعات دو روز وقت دادن، بعد از اون طرف بعد مطالعات امتحان زبانه که 5 روز بینش فاصله است. ما خیلی به اعتراض کردیم چرا که اگه دانش آموز خیلی هم حالا دانش آموز زرنگی نباشه زبان میتونه تو حد اکثر 3 روز جمع جور کنه، ولی مطالعات نمیشه، تاریخ در واقع درسای مدنی نمیشه. علی بریم اینو بگو که مطالعات بعد زبانه؟ نه، مطالعات قبل زبانه. ما مشکلمون همینه، یعنی همه بچه‌ها همه در واقع استاد مرکزی هم دانش آموز داره اینجوریه. بله. امتحانات کی شروع میشه؟ امتحانات ما از 31 شروع میشه که اولش پیام‌های استادانه بعد قرآنه. 31. خب الان مطالعات، الان طبق حرفی که بهم زدی حالا معلمتون تازه تموم کرده کتابو، تو یه کاری کن، تو تا 31 شبی دو تا درسم بتونی از نیم سال دوم، اولویت نیم سال دوم باشه که دیر تموم کرده معلمت، خب برای خودت مرور کنی و خلاصه نویسی انجام بدی، حالا نکات مهمش رو خودتو تا 31 حدودا میتونی برسونی برای مطالعات. خب نذاری برای فرجه ای که میگی کمه، یعنی سعی کن یک هفته ای که تایم مونده رو ازش برای امتحاناتی استفاده بکنی که فرجش کمه، مثل مطالعات. اوکی. بعد اون 5 روزی هم که میگی آقا 5 روز به ما فرجه دادن برای زبان، من زبانم اصلا تو یه روز خواهم، اصولا بچه همه تو همینید، زبانم میتونم تو یه روز خواهم عباسی جمع کنم، اون 5 روز زبانم بذار برای امتحان بعد زبان، حالا هرچی که سخته برات. خب یعنی تو از این امتحان بعد زبان دو تا کلن فارسی دفاعی فارد. خب بر فارسی میتونی وقت بذاری و بله. و علی چی کار دیگه میتونی بکنی این فرجه زیادو؟ آزمون جامعه بزنی. تو داری میگی من نرسیدم تست بزنم، درسته؟ تو کتاب سیوی کوستانو داری دیگه، سعی کن امتحانه بله. سنگینت که رد شد تو فرجه هاش پشینی آزمون جامعه سیوی کوستانو بزنی. و اینم بهت بگم یه آزمون جامعه حل کردن از کتاب سیوی کوستان خیلی تایم تو رو نمیگیره، سعی کن بتالت زمانت رو تو پنج شنبه جمعه ها به حداقل برسونی. یعنی آقا دیگه امروز پنج شنبه است، فردا جمعه است، من به اطالت زمانم یک ماه مونده دیگه، 30 روز مونده، خیلی که نم، به اطالت رو بیار پایین، ازش استفاده کن. تو پنج شنبه جمعه سعی کن آزمون جامعه سیاکستان بیشتر بزنی. متاسفانه، البته متاسفانه،
واسه اون فرجام نمیتونیم کاری کنیم علی، چه من بگم چه تو بگی چه هر کی بگه، دیگه تنظیم شده رفته دیگه، اون که تغییر نمیکنه. ما بیایم خودمون در جهت رسیدن به اون هدفی که علی داره خودمون رو تغییر بدیم. بگیم از الان شده شبی دو تا درس، اصلا یه دونه درس مطالعات علی از نیم سال دوم شروع کن، از درس 12 تا 24 که برای جلو که برنامه‌اش سبک بشه. بله متشکرم. خواهش می‌کنم. دیگه سوال نداری ازم؟ نه. خوشحال شدم صدا تو شنیدم، موفق باشی. بله. امیر رضا جان. بله. آره ارشیا در جریانم که شما ها تا 25 متاسفانه، ولی خب چاره ای نداریم. بچه ها انقدر طولانی مثلا برام تو چت باکس می نویسید، چون تون تون رد میشه طولانی ها رو اصولا نمی بینم. کوتاه بگید. علی بخچه ای درس بخون برای ریاضی. خب بچه ها میگن که اونایی که نبودن، بچه دوباره وصلم میکنم خب، ولی یکم توضیح بدم سوالاشو، سوال بچه ها رو که پرسیدن دیدم. نکته که وجود داره اینه که میپرسم بچه ها که روش بخچه ای، روش رو تو کارگاهی که تو دی توضیح دادم بهتون گفتم، گفتم بچه این دو تا جا کاربرد داره، یکی امتحانای دی، یکی امتحانای خرداد، یکی هم حالا هفته منتهی به آزمونتون. من فردا امتحان ریاضی دارم، براش حالا فردا که نه، براش مثلا دو روز فرجه دارم. پنجشنبهش میشینم کتاب درسی مدرسه‌م رو، خوب گوش بدید، کتاب درسی مدرسه‌م رو، یه نکته خیلی اشتباهی که پریروز یکی از بچه‌ها به من پیام داد، خانم عباسی ما فقط جزوه یه تی ان تی رو دیگه از الان به بعد بخونیم، بسته. کی گفته؟ خود اساتید شما دارن میگن کتاب درسی مهمترین منبعه. آقا کسایی که سوال آزمونای تیزهوشان و حالا امتحانه نهاییتون رو برمیان که کتاب و جزوه دیگه بهشون نمیدن، که کتاب درسی میدن میگن بشین طراحی کن، چه آزمونه تیزهوشان، چه نمونه دولتی، چه البرز، چه مدارس سلام، چه انرژی اتمی و غیره. این کتاب درسیه رو بچسبید بهش بچه ها. نبینم کسی دوباره بگه من فقط جزوه بخونم بسته. خب کتاب درسیه رو اول میشینی کامل حل میکنی، میخونی فصل به فصل. اگر خلاصه نویسی توی طی سال داشتی، گوش بده، اگر خلاصه نویسی توی طی سال داشتی، خلاصه نویسی هر فصل و درسی که داری از رو کتاب درسی هم میخونی رو میبری جلو و دوره میکنی. اگه اون درس زیست بود، اگر دینی بود، حاشیه نویسی داشت، حاشیه نویسی و خلاصه‌شو با هم دوره میکنی. بعد میری چیکار میکنی؟ از هر درس، از هر فصل یه تعداد محدودی، حدوداً 30 تا تست از خودت آزمون میگیری. ببینی با زمان ها بچه ها، اصلا دیگه ما تست بدون زمان نمیزنیم. یا 30 تا تمرین تشریحی. اوکی، اینم با زمان، جفتش زمان نیاز داره. اینم برای بچه هایی که حالا میخواستن خیلی کوتاه من بخشه هایی بگم. بچه بخشه طولانی و مفصله، حالا تا کامل توضیح بدم. کارگاه دی کامل توضیح دادم، حتما استفاده کنی. آها آفرین، این از خوب چیزی گفتی. من برای بچه های نهم که امسال نمره هاشون برای انتخاب رشتهشون خیلی تاثیرگذاره، بچه تلاشی که دارم میکنم، چند روز درگیرم واقعا، براتون نمونه سوال پیدا کنم، نمونه سوال خوب، کمجوری یه دونه نمونه سوال بردم بهتون بدم خوشم نمیه، نمونه سوال پیدا کنم که بدونم در جهت امتحاناتون بهتون کمک میکنه. بچه نهم براتون حتما ارسال میکنم، میخوام یه فایلی درست کنم مثلا از هر درس، انشالله برسم تکمیلش کنم، حتما این کار رو براتون میکنم که نمونه سوالهای سالهای قبل رو داشته باشین.
بار کلا. سنا میگه سنا از بچه های منه، ولی میگم سنا آیدی تو عوض کن، اسم سباه آیدی سنا. سنا از بچه های تیزهوشان منه، میگه که اگر تیزهوشانی شدید یه درسایی به درسای مدرسه‌تون عادی اضافه میشه به اسم تکوینی، یعنی یه چیزی فراتر از چیزایی که بقیه میخونه. داره میگه یه بار برای امتحان آزمون تکوینی زمینش جزوه خونده، رفته سر جلسه و با پشیمونی زیادی مواجه شده. بچه طبیعیه، چون اصلا معلمای مدرسه تیزهوشانش هم کتاب براشون اولویت داره. استرس ندارین، خیلی هم خوبه. استرس محدودش، پایینش، حد کمش نرمال طبیعی باید داشته باشه. همین رضا، تعهد و مسئولیت پذیری دیگه، اینا تو کارگاه اول توضیح دادم. این تعهد و مسئولیت پذیریه که آقا یه راهی رو انتخاب کردی، اومدی الان آخراشه، 30 روز آخر، چی از این بیشتر میتونه به آدم انگیزه بدین که 30 روز مونده که برسی به هدفت واقعا؟ بله محمد متین، بله این مدارس کلن همیشه 100 بالاتر کار میکنن. باران من که همیشه حواسم به همه تون هست، البته از شاگردام نیستی ولی متوجه نشدم. آره اگه کسی هست با سوال داره وصل شه، چرا که نه. من تا 12:05 بچه به سوالاتون جواب میدم. سلام عزیزم، اسم چیه؟ مهدی باقری. مهدی واحدیان. آها مهدی واحدیان، از شاگرده خودم. خوبی مهدی؟ چه خبر؟ بله مشتاق شنیدن صدات. بله جونم، سوال داشتی مهدی؟ من یک سوال داشتم که من بعضی از وقتها که آزمون میدم خب، هم سوالا رو وقتی در خونه تو کتاب میزنم مثلا شاید این درصدش خوب بدم، ولی خب، وقتی هم سوالا رو در آزمون میزنم بعد میگم میزنم. خب دیگه چی مهدی، همین یه سوال داری؟ بله خوشحال شدم صدا شنیدم، خیلی دلم تنگ شده بود برای صدات، الان توضیح میدم مهدی، مرسی. خب بچه ها مهدی چی میگه؟ میگه که خانم عباسی، دقیقا بچه ها همین حرفی که این بالا زدم مهدی اکبری گفت. مهدی گفت خانم عباسی شما قبلا هم گفتی تک درس، ما میرفتیم تک درس میزدیم، خیلی درصدم خوب بود، 90 بود، 100 بود، الان که دارم آزمون جامعه میزنم درصدم افت کرده. مهدی هم دقیقا داره همینو میگه، داره میگه آقا من تو خونه که آزمون میزنم همینجوری مثلا یه مبحث و اینا، من اینو کجا برای شما نوشته بودم بذار بیارم، خب حالا پیداش نمیکنم، ولش کن دوباره میزنم. میگه که میرم سر جلسه آزمون یا میخوام آزمون رو جامعه بدم نمیتونم حلش کنم. بچه ها این نکات مهمیه، هم مهدی هم بقیه بچه ها هممون همینیم. وقتی که من با خیال راحت تو خونه خودم نشستم با لباس راحتی پشت میز همیشگی تحریرم، سرصدام بیرون میاد و زیر باد کولر رو کلی با حال خوب نشستم تست میزنم، معلومه که اون تست رو بدون استرس، فاکتور استرس وجود نداره توی خونه و اینکه زمان براتون مهم نیست، قطعا درصد بالاتریه وقتی توی خونه تست میزنید یا به صورت آزمون تست نمیزنید. این درصد وقتی آزمونی میشه، وقتی که آزمون آزمایشی میرید شرکت میکنید، حالا هر آزمونی قطعا یه کوچولو افت داره، اوایلش افت داره. الان شما هم تازه دارید آزمونی درس میخونید دیگه، تا الان که همیشه مبحثی بوده دیگه، درسته برنامه‌تون. پس اولشه، نگرانش نباشید. اما چیکار کنیم این برامون تثبیت بشه، تسلط پیدا کنیم؟ باز حرف تکراری، از الان به بعد آزمون جامعه زیاد بزنید. آزمون جامعه، همینجوری آزمون جامعه بزنم رو میزم بشنم حل کنم، و آزمون جامعه با شرایط شبیه ساز شده. اینم از این.
خب بچه من یه چند دقیقه آخر رو چون کارگاه آخر میخوام خودم صحبت کنم. اگر کسی سوالی داشته برنامه‌ریزی الان توضیح میدم. بچه‌ای که جدیدی که توی کارگاه هستین، بچه من یه تصمیمی که گرفتم اینه که هفته آینده که TNT اساتید پای تموم میشه، ثبت نام مشاوره ها هم میخوام ببندم. به این علت که دوست دارم وقتی دانش آموزی به جمع مشاوره من اضافه میشه بتونم بهش کمک کنم و حدودا از هفته دیگه که وارد خرداد ماه میشیم شاید خیلی این امکان وجود نداشته باشه، حداقل از دست من بر نمیاد. به خاطر همین بچه های جدیدی که تو کارگاه هستن این چند وقت با من صحبت کردین، اگر واقعا قصد ثبت نام مشاوره دارین تا هفته دیگه اقدام کنین، چون ثبت نام بسته خواهد شد و دیگه ثبت نامی نخواهیم گرفت. این از نکته اول که چند نفرم مثل امیررضا الان پرسیده چجوری باید با شما در ارتباط باشیم برای گرفتن برنامه‌ریزی، بعد ثبت نام مشاوره انجام بدین. سنا بستگی داره به استانتون، بعضی استانا گیر میدن به ماسک، بعضی هم نه، بستگی داره به اون روز. خب حرفای پایانی رو تو کارگاه میخوام بزنم. بچه ها ما کارگاهامون تموم شد اما ارتباط من با شما تموم نشده، ما تا روز آزمون با همین. بچه های نهم ما همون تا 3 تیر که شما نمونه دولتی داریم همراه همدیگه هستیم. بچه ها هفتم هشتم تا پایان امتحان خردادتون، بچه های شیشم هم تا پایان امتحان تیزهوشان همراه همدیگه هستیم. با لایو هامون حواستون به پیجم خیلی باشه. این یک ما سعی میکنم بیشتر باهاتون در ارتباط بشم از طریق پیجم، لایو هایی که میذارم، گروه، وایس، هر جور که بتونم بهتون حال خوب و انگیزه بدم. کجا باید ثبت نام کنید؟ بارا مشاوره رو به آیدی پیجم پیام بدین توضیح میدم یا با شماره کلاسینو تماس بگیرید. پشتیبان سایت کلاسینوتون شماره رو من اینجا باز براتون مینویسم. 0-21-91-20-80-20. هفته دیگه ثبت نام بسته خواهد شد. اگر میخواید حتما زودتر اقدام کنید. پیجمو چند بار نوشتم، یک بار دیگه هم چون میگید می‌نویسم. بذارید هم شماره هم پیجم یه بار دیگه می‌نویسم. خب این پیجم اینم شماره کلاسه 91-20-80-20. ما با هم دیگه هستیم. بچه های ثبت نامی خودم اصلا نگران نباشین، هر سوالی که مونده ازم نپرسیدید پاسخگوی شما هستم از طریق پیجم. اونا که شاگردم نیستین، اونا که شاگردم هستین شماره ما داریم، واتساپ با هم در ارتباطیم. خیلی خیلی بچه ها کارگاه رو دوست داشتم، سال خیلی خوبی رو کنارتون داشتم، سعی کردم از همه توانم استفاده کنم که واقعا بهتون کمک کنم. به اون 4 تا هدفی که گفتم امیدوارم رسیده باشیم. چه سال دیگه همراه من بودین چه نبودین، چیزایی که امسال ازم یاد گرفتین و ازش استفاده میکنین به یادم باشید. اگر که اتفاقی افتاده بچه ها تو طول امسال ناخواسته کسی رو ناراحت کردم یا حالا درس نخونده یه چیزی بهش گفتم یا حالا غیره، به خاطر خودتون بوده و منو ببخشید، ازم دلخور نباشین. و اینکه خیلی 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 خوشحالم که امسال در کنارتون بودم، فکر نمی‌کردم انقدر خوب پیش بره. مشاوره که داشتیم با هم دیگه تو پایه کلاسینو به نظرم خوب پیش رفت و بهترین شاگردای دنیا رو داشتم. خیلی همتون درس خوندین، همه در حد خودشون پیشرفت کردن. این قشنگه، این که هر کی هر جایگاهی که داشت رشد کرد. قرار نیستش که هممون 100 تا پله رشد کنیم تا حالمون خوب باشه. بچه ها یک پله یک پله هم رشد کردن جذابه. این که ما نسبت به دیروزمون تغییر کنیم خودش خیلی قشنگه. حواستون به انرژیتون به انگیزتون باشه توی این روزهای آخر. منم خیلی خوشحالم، زهرا میگه خیلی خوشحالیم که معلمی مثل شما داشتین عزیزم، مرسی. همه تون دیگه کارگاه آخره، من خوب و بد نمیگم، ولی اینکه آره دیگه، خلاصه همین، مراقب انگیزه و انرژیتون باشین. سعی کنین چیزایی که باعث حال بدتون میشه
توی روزهای آخر از خودتون دور کنید، انرژی منفی، دوستایی که حالا انرژی منفی میدن، بابا درس نخون ولش کن و این داستان ها، این 30 روز قطع ارتباط داشته باشید با همه و مراقب خودتون باشید. نه دیگه اشکتون در نیاد، منم خودم کنترل کردم که گریه نکنم و منم خیلی دوستتون دارم. منم مرسی از شما، ممنونم از شما، همچون که داریم میگین ممنون از شما، منم ممنونم از شما که درس میخونید، برای آیندهتون بچه تلاش میکنید. حواستون خیلی به خودتون باشه، خیلی خیلی، و بدونین خانم عباسی تا روز آزمونتون واقعا دلش پیش شماست، تا روزی که جواباتون بیاد خیلی منتظرم خبرهای خوب بهم بدید بچهای ششم و نهم. واقعا دوست دارم خبر قبولی همتون رو بشنوم و اینکه تا کارگاه های، همیشه تو آخر کارگاه میگفتم تا کارگاه دو هفته بعدی خدافظ، الان باید بگم تا کارگاه های سال بعدی واقعا، که ایشال از مرداد شروع میکنیم خدافظ. مثل همیشه به علاوه خدا بودن یعنی منهای تمام مشکلات بودن، هیچ تلاشی بی نتیجه نمیمونه. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید.